حضورتون عرض شود که به جرات میتونم بگم شاید جزو معدود کسایی باشم که با تمامی خواننده های صاحب نام مملکت همکاری داشتم، حالا با اکثر، حالا یا به صورت حرفه‌ای رسمی یا در محفلی یا در مجلسی. به جرات میتونم بگم صحنه آراتر از گلپایگانی ندیدم. خب من از 8-9 سالگی ساز می نواختم، بیش از 60 سال تجربه تو این مسئله دارم. اولین بار که اکبر گلپایگانی رو دیدم یادم میاد در باشگاه شعبان جعفری بود. تولد حضرت علی بود و بسیاری از هنرمندا هم بودن، من جمله خانم ملوک زرابی، من جمله ناصر مسعودی که هنوزم هستن انشالله سلامت باشند، و دوست دیگه ما استاد محمد موسوی نینواز و بسیاری دیگه از هنرمندهای دیگه. من موقع دانشجو بودم یادم میاد، سال اول دانشکده بودم، گلپا هم در اوج غرور خوانندگیش و خب خیلی محبوب بود و خیلی مردمی و صفحاتش تا اون موقع تصنیف ها صفحه میشد، صفحه های 45 دور، نمیدونم اینجا قدیمی ها باید یادشون بیاد، ولی خب مال آقای گلپایگانی آوازهاشون چون آهنگین میخوندن صفحه میشد و به بازار میامد و تا نیامده نایاب میشد و دوباره سری چهارم پنجم چاپ شد. یادم میاد من عرض کردم که استاد من چی کنم براتون بذارم، گفت هر چی دوست داری. گفتم سگاه خوبه، گفت عالیه. گفتم جناب استاد اکبر گلپایگانی از چه نوتی این سگاه رو کوک کنم بزنم؟ خب میدونید که خواننده ها معمولا یه جای صدایی دارند و بعضی موقع ها ما ببینیم که پاره از نوازنده ها که صاحب نام هم هستند و خوب ساز می نوازند، ولی بعضی موقع ها اون جایی که راحت اندر خودشون نواختن اونجا رو شروع میکنن به نواختن، در حالی که میدونیم ساز مصنوع، صدا طبیعیه، صدا خدادادیه و نوازنده باید سعی کنه با خواننده هماهنگ کنه. حالا بعضی ها این کار رو نمی کنن و اون خواننده دچار مشکل میشه. من بهشون گفتم از چه نوتی، با یک غروری دیدم جوابمو نداد. گفتم استاد عرض کردم از چه نوتی؟ گفت از هر نوتی که میخوای بزن همینجوری ها. خب منم 18 سالم بود و یه خودم غرور نوجوانانه، خدا هم ما رو ببخشه، خطا کردیم، چپکوک کردم جای صدای زن. ببینم چیکار میکنه وقتی میگه از هر جایی، پایینش خیلی پایین میشه بالاش خیلی بالا. خوب یادم سگاه دوسوری کوک کردم، در حالی که بهترین جا برای خواننده های مرد یا فاسوری هستش یا لاکورون هستش، به هر حال اینجا راحت تره. کوک کردم، درآمد رو زدم و چارمزا رو زدم تموم شد. یه وقت منظر بودیم بخونه دیگه، این یه خود منومن کرد، دید خیلی ناجوره. میدونی چیکار کرد حضار محترم؟ افتکار میخوام بهتون بگم، خلاقیت رو که در کمتر، نمیگم در کسی نیست، در کمتر کسی دیده میشه، ایشون مخالفشو خون که میفته وسط. حتی شعرش هم یادمه، خدایی کنه مه گناه هم ببخش، در آغوش هستی پناه هم ببخش، به عشقم نگیری به مرگم سپار، به عشقم نبخشی به آهم ببخش، به موی سپیدم نظر کن به مهر، پس آنگه به بخت سیاه هم ببخش. به قدری زیبا مثنوی مخالف رو خوندن و آمدن تو فرود و تموم کردن، یعنی جایی که اغلب شروع میکنن ایشون در اونجا تمام کرد. خب این خلاقیت رو من هیچ وقت فراموش نمیکنم. از اون تاریخ بیش از نیم قرن میگذره.